سلام آقای شایسته. سلام سرگرد. چه خبر؟ حتما نمیخواییم به اینکه داشتین تصادفی از پارکینگ دفتر من رد میشدیم. ببخشید من یه کمی کور رنگی دارم. آبی آسمانی که میگن همین رنگ دیگه نه؟ من که در اومدم اونقدر نیست که بتونم یه همچین ماشینه بگیرم. این ماشین چندان گرون نیست، نهایتا 30-40 میلیون. ماشین شماست؟ نه، مال زنم بود. دیگه این که شما یه 60 میلیونی طلبکاری. من از یکی به اسم متین تو شهر میگردیم دنبال طلبای من. تو شهر میگردم دنبال احمد رضا، دنبال حقیقت. زمین شما آقای شایسته اوقافی در اومده، درسته؟ رو شما میدونستی، درسته؟ جایی نمیخواییم بریم؟ آدمو وقتی میخورم به خنس، میخورم به دلتنگی. دلتنگی کسایی که دوستشون داشتن حالا از دستشون دادن و هر چیزی آویزون میشن. منم بعد از مردن زنم، بعد از اونو قبل از اینکه برم خونه میام میشینم تو ماشینش. احساس میکنم که هنوز بوی زنم تو این ماشین هست، جای دستش رو فرمون. زمین اوقافی حساب در اومد. کی فهمیدی؟ آخر شیمی درمونی زنم تو آلمان. چجوری فهمیدی؟ احمد رضا بهم خبر داد، تلفن کرد. اولش باور نکردم، گفتم حتما اشتباهی شده. بعد از بچه خواهرم کیانوش خواستم که پیگیری کنه، پیگیر شد. آره، زمین اوقافی بود. فهمیدم که سند سازی کردن و زمین رو بهم فروختن. کی سند سازی کرده بود و فروخته بود؟ یه شریک قدیمی بود، شریک شوهر خواهر مرحومم. به گفته خودش وکیل عموش بود. عموش از این ارتشیای فراری بعد از انقلاب بود. سند آورد، منگوله دار، شیش دونگ. استلام کردم. منو مطمئن کرد که هیچ مشکلی نداره، ولی داشت. سند سازی کرده بودن. بعد فهمیدم که این شریک قدیمی تا خرخره بدهکار بوده به مردم، به اداره مالیات. ممنوع الخروج بود از کشور. چرا شکایت نکردی ازش؟ دیگه به شکایت نرسید. کیانوش خیلی زود پیداش کرد، 2 روز بعد. خب کجا بود؟ جسدش رو تو کوههای مرزی بین ایران و عراق پیدا کرده بودن. ظاهراً داشته قاچاقی از کشور خارج می شده. انگار قاچاقچی ها فهمیده بودن که دلار زیادی همراشه، سرشو کرده بودن زیر آب. اینا رو برادرش به کیانوش گفته بود. 2 روز بعد احمد رضا بهم خبر داد که مشتری ها فهمیدن که زمین اوقافیه. کیانوش هم دیده بود که یه عده‌ای ریختن تو دفتر و سر صدا کردن. دیده بود که از طرف اداره اوقاف هم اومدن، داشتن اسم کلا بردار رو میذاشتن. بعدم فهمیدم که تمام این صحنه سازی ها به وسیله احمد رضا انجام گرفته.
چرا احمد رضا باید این صحنه سازی رو میکرده؟ برای که بتونه تایید منو بگیره و از حسابم پول برداشت کنه. مگه نمیتونسته که برداشت کنه؟ اون فقط میتونست از حساب تنخواه برداشت کنه. قبل از رفتنم حسابی به عنوان تنخواه واسش باز کرده بودم. 100 میلیونم توش ریخته بودم که بتونه هزینه کارگرا رو بده. پول مصالح و آهنالات. حساب اصلی فقط به امضای من بود. حسابی که پول مشتری ها توش ریخته میشد. از اون حساب نمیشد برداشت کرد. فقط میشد بهش واریز کرد. از همون آلمان با فکس امضای احمد رضا رو برای بانک تو ایران تایید کردم که بتونه برداشت کنه و پول مردم رو بده. وقتی برگشتم به ایران متوجه شدم هیچ کدوم از مشتری ها نفهمیده بودن که زمین اوقافیه. همه این بازی ها رو احمد رضا سر من در آورده بود. چرا امضای همین کیانوش که میگیم بچه خواهرتون بوده و تایید نکردین تا اگه قرار پولی به مشتری ها برگرده اون برگردونه؟ بالاخره بچه خواهرتون بوده، به اون که بیشتر میتونستین اعتماد کنین تا احمد رضا بابایی. نه نمیشد. چرا؟ برگه کیانوش قمار بازه. اون تمام دار و ندار مادرش رو تو قمار باخته. اون معتاد به قماره. نمیتونستم بهش اعتماد کنم. شما باور میکنین که بچه خواهرتون از احمد رضا بازی خورده؟ منظور همین صحنه سازی هست؟ بله باور میکنم. دلیلتون چیه؟ دلیلم اینه که من خودم رو دست خوردم. شما نیمه شعبان امسال کجا بودین؟ منظور آخر شبشه. من خیلی آدم مذهبی نیستم. منظورم از نیمه شعبان سه شنبه دهم همین برجه. بوده ده و نیمه شب. تو بیمارستان بالای سر زنم تو آلمان. ولی چند نفر مدعی هن که شما رو شب نیمه شعبان دیدن که با همین ماشین رفتین سر زمین دنبال احمد رضا و سوارش کردین. از اون شب به بعد احمد رضا گم شد. منو دیدن؟ مشخصا ماشینتون. یعنی همین ماشین و همین پلاکو؟ یه همچین مدلی و همچین رنگی. این ماشین ماشین خیلی خاصی نیست که لنگش پیدا نشه. از این ماشین و این رنگش شاید 1000 تا تو ایران پیدا شه. آره همینطوره. بله سلام قربان، استعلام کردیم. دهم ماه که همون نیمه شعبان بوده، شایسته ایران نبوده، آلمان بوده. اینو مهر پاسپورتش موقع ورود به ایران میگه که مربوط به 13 برجه. باشه. کسی سویچ ماشین رو داشته که بتونه حرکتش بده؟ برای چی باید همچین کاری بکنن؟ این ماشین ویژگی نداره. وقتی رسیدین ایران چرا از اوقافی بودن زمین به کسی چیزی نگفتین؟ ترسیده بودم. دهن باز میکردم تیکه بزرگم گوشم بود. فرداشم که زنم مرد گیج بودم. من دیگه غرق شدم سرگرد. مرگ زنم، پول زمین، پولای مردم. دو سر سوخت، سه سر سوخت. به هر حال باید بازپرس طلبکار از این موضوع مطلع بشن. دیگه آب از سر من گذشته آقا. گذشته. Thank you.
سلام. یه چیز، یعنی دو تا چیز. خب از دومی شروع کن. گفتی لیست دوستا و دشمنای شایسته و احمد رضا بابایی رو در بیارم. همش این توه. فقط با تنها کسی که هنوز نتونستم حرف بزنم برادر احمد رضاست. اونم که ایران نیست، کویته. رابطه‌ش هم خیلی هم برادرانه نیست با برادرش. این کاغم تو دار و دسته شایسته است. هم رفیق احمد رضا بوده. هم تو بره، هم آخور. چی بگم والا؟ قول اولیو بگو. اون 22 فقره چکی که از پول ریخته شده به حساب عباس فرانی صادر شده بود، خرج شده. تبدیل شده به 22 فقره چک بانکی که بین 16 تا مغازه طلا فروشی توی بازار طلا فروشا خرج شده. برای خرید شمش طلا. یه جور پولشوییه، نه؟ اسم و آدرس طلا فروشیایی که چکاتش خرج شده اومده؟ آدرس همشون اومده. خب پس تقسیم کار میکنیم. هشتشون من میرم سراغشون، هشتشم تو. ما دیگه تو این گرما بریم چیکار قربان؟ همشون رو احضار کنیم بیان همینجا دیگه. آره. فکر خوبی؟ پس فردا صبح هشتشون رو تو میری سراغشون، هشتشون هم میگی بیان اداره پیش من. خوبه؟ بله خوبه. صاحب خونه قمبر خانم، قمبر خانم کجایی خانم؟ سلام علیکم. سلام علیکم. ایشون آقا ولی هستم، بابای خجسته خانم. احوال شما؟ خوش اومدین. خیلی ممنون. تو حالت خوبه مادر؟ پونه حالش خوب نیست، رنگ برو نداره. گفتم یکی بیاد ببریمش یه دوایی، یه دکتری. من میدونم اون چشه، اون مریضه. اسم مریضیش هم دست و پیش بگیر پس نیفتیه. چند هفته یه بارم یه مسکن باید بهش زد، الانم وقت مسکنشه. تو دخالت نکن. تو بمون مادر، از پس هم برمیام. بفرمایید، بفرمایید. بفرمایید. کلبه کارمندیه، کارمند بازنشسته. از سرمونم زیاده. بفرمایید. خیلی خوش اومدی. خیلی خوش اومدی. بفرمایید. قهوه خانم، بساط چای رو راه بنداز. چش. Thank you.
دیوونه شده. ولش کن بذار خودشو خالی کنه، آروم میشه. تا این آروم شه من ترس مردم که. این تو که سر حال این چی میگه دیگه؟ قربونه دیم کوله من بیاری من میرم خونه خواهر. اگه اینجا خونت نیست، قبل دعوا خونتون بود دیگه. دعواتون سر من شده، خودم هم درستش میکنم. برو پایین. نمیتونم اینجا بخوابم، داره همین لامپا رو میشکنه، من تاریکی خفه میشم. تو شغلت چیه؟ ها؟ دعواتون سر شغل توه دیگه ها؟ نه آره آره تایپیستم. ای میگه تو شکرت واس من کار جور کن، نمیتونم دوام تار همین بهم کن میتونم نمیکنم. برو برو بسپرش منه. فقط یه لامپ لازم دارم. من جایی نشنیدم که نوشته باشن اگه یه آدم برای یه آدم دیگه سودی نداشته باشه گناهی پاش نوشته بشه، ولی شنیدم که نوشتن اگه برای بقیه ضرر داشته باشی گناهکاری. ضرر من برای تو و دوستت دعوایی بود که شروع شد سر من، سر حضور من، سر حضور بابام. من حالم خوبه، بچه تو شکمم هم حالش خوبه، بابام تو اتاق قمر خانم نشسته، پس همه چی سر جاشه. دلیلی برای ادامه ماجرا نمیبینم. باشه باشه. بسم الله بسم الله. بفرما آقا ولی، بفرما. قضا از ذهن افتاد. در نکن آقا بخور. ماستش خونگی ها انقدر خوش طعمه. چیچی خوشمزه ای مامانش براش درست کرده. آخ آخ هم دلش درد میکنه. بابا بابا گیری نکن عزیزم، گیری نکن علیه. چشمایی کیه بابا؟ بابا
چسبوندتش رو آینه. نمیتونم. سلام. بابک خان تماس گرفتن گفتم برم بیارمش. گهواره نوتونو میگم. سلام پدر. سلام. بیا تو اتاق باهات کار دارم. کاوه دست درد نکنه. امروز کی اومده تو این خونه؟ همون آدمای همیشگی. همون آدمای همیشگی اسم ندارن؟ خب من و فاطمه و رویا کاوم که همین الان اومد خودتون دیدین. چی شده؟ من نفهم اصلا این دوتا چش چیه؟ چه دختری، چه ماهی، عجب چشم سیاهی. بده ببینمش، بده این دختره بابا رو. مراقب باش. آی خدا، دستشو ببین. دستشو ببین چقدر کوچولوه. جون، جون، لالا، بابا لالا. جونم بابا. آی. کی تو گوشش از اون بگه؟ حاج حسین کاشیکار. استاد؟ بابات نمیاد بچه رو ببینه؟ اون از بچه تو این سن خیلی خوشش نمیاد. پس هم دوقه خوبی نیستی بابک. احوال شما؟ سلام علیکم. ببخشید یکم دیر شد. خواهش میکنم. با اجازتون. دیر کردی. نگاش کن. کدومشون نگاه کنم؟ رویا رو یا بچه رو؟ بچه بابکو. باورم نمیشه بابک انقدر بزرگ شده باشه که پدر بشه. ولی شده. ببینم حالشو داری بچه ای بابک رو بزرگ کنی یا نه؟ اون جانمازه تو یادته؟ که به جونت بسته بود؟
که یهو گم شد. آره قدیمی بود کربلایی. این که میگم کربلایی نه از این رفتنهای الانیا با ماشین و اتوبوس و تیاره، مال اون موقع است که کاروان سرا بود و شطور و ساربون و یه دنیا فرسخ را تا کربلا. کار تو بود، تو گم و گورش کردی. آره خب همه بودن که دست رو سر بابک و رویا بکشن. شما، پدرشون، مادرشون، عمه فلورشون، ولی من فقط من بودم و دستای نوازش شما. خب خسیسی میومد که بابک رو دوست داشتی. جانمازو برداشتم و کاری کردم فکر کنی بابک برداشته جانمازو تا از چشت بیفته، ولی باز دستت رو سرش بود. یه دستم هم رو سر تو بود، ولی من هر دوتا دستتو میخواستم. من تو رو مثل بچه های پرویز بزرگ کردم، مهرت به دلم بود، هنوزم هست. وقتی میبینمت گل از گلم میشکفه. ولی من خیلی تنها بودم. بچه باشی و یه عالم بچگی پیش رو تو این همه تنهایی. خب خسیس میشی به دست نرگس جون که جونم بود. من همه کار کردم که حواست به یتیمیت نره. نکن اینجوری با خودت پسر. چرا دورو بر شایسته ای هنوز که هنوزه؟ وقتی دیدنش خون به دلت میکنه یاد دل خونه بچگیت میفتی، یاد تنهاییات. چرا دورو برشونی؟ چون رویا رو دوست دارم. تاریکه موازه باشین. خلاصه ببخشی اگه شام اونجوری که باید و شاید باب میلتون نبود. اختیار داریم بپا الان. بفرمی. خوش اومدیم. خیلی ممنون. فقط آب یخ شکمه که الان میارم خدمتتون. دست شما درد نکنه. سر شما درد نکنه. همیشه وقتی جاتون عوض میشه خوابتون نمیبره. میدونی تو شهرستان چه پشپشه ای را افتاده؟ میگن احمد رضا زنگ گرفته و دختر ولی اومده تهران دنبالش. میگن کار به شکایت و شکایت کشی رسیده. واسه همینم پلیس تا اهوازم اومده دنبال احمد رضا. مردم هن دیگه آقا جون، باید حرف بزنن، باید وقتشونو پر کنن. میدونی برادر شوهر سلیم اتوبوس خریده؟ از یه اتوبوس گذشته، 4 تا اتوبوس داره ماشاءالله. تهران اهواز، تهران اصفهان، تبریز. احمد رضا گفته اگه سهم ارث پدری احمد رضا رو بهش داده بود میتونست همونجا تو اهواز واسه خودش کسب و کاری را بندازه. شوهرت دیگه به تهران اومدن و این درد سرام نمیکشید. غیر اینه بابا؟ نمیدونم. حق گرفتنیه بابا، حتی اگه کم باشه. این حرف من نیست، حرف جانشین پیغمبره. اگه احمد رضا رفته بود و حق خونه پدریشو گرفته بود، این سهم ارث پدری کم نبود.
ولی نمیخواست واسه برادرش شکایت و شکایت کشی را بندازه. خب این خوبه؟ خوب یا بد مسئله خانوادگی اون و برادرش بود آقا جون. خونه پدریشون بود. من نباید جلو میافتادم و نیافتادم. دعوا سر خونه پدریشون نبود. اون خونه که برای آقا سلیم پول خورده. دعوا سر چیز دیگه‌ای بود که رسید به خونه پدری. دعوا سر اون زمین مدرسه‌ای بود که باباشون وصیت کرده بود وقف مدرسه شهر بمونه. سلیم قبول نمی‌کرد. ولی احمد رضا میگفت باید به وصیت بابامون عمل کنیم. دک و فوزی به هم زده این سلیم. دخترش تهران دانشگاه قبول شده. پسرش تو تیم فوتبال استخدام شده. زن و بچهش اومدن تهران. خودش هم یه پاش اینجاست یه پاش کویت. زن و بچهش تهرانه؟ زبی میگفت. زبی کیه؟ زبی؟ پسرم اوی احمد رضا دیگه. پس تهرانن. نمیدونستم. با اتوبوس برادر شوهرت اومدم. کمک شوفر اتوبوس سلیم این زبی. اون که تو پیک کار میکرد. آره گفت. انگار یکی دو بارم واسه احمد رضا چک جا بجا کرده. عشق اتوبوس دیگه. اومده رو ماشین کار کن. زبی میگفت انگار احمد رضا و سلیم آشتی کردن. جدا؟ ای نمیدونستی؟ به من چیزی نگفت احمد رضا. زبی میگفت خونه این سلیم هم رفته و اومده یه فقره. زبی از این چیزا کجا خبر داره؟ نریمان میگفت. نریمان پسر دایی سلیم. میگفت وقتی اومده تهران آدرس و نشونه احمد رضا رو ازش بگیره تعریف کرده. زبی میگفت از زبون نریمان شنیده که میخواد احمد رضا رو بفرسته کویت. شما دارین مراعات منو میکنین. یه چیزی تو فکرتون هست که روی زبونتون نیست. شما اعتمادتون رو به احمد رضا از دست دادین. روزی که اومد خواستگاریم گفتی چیزی نداره. ولی همینقدر که نماز میدونه چیه، خدا میدونه چیه، انگار همه چی داره. یادتونه؟ هنوزم میگم بابا. ولی اگه خدای نکرده مؤمن بلغزه، لغزشش از کافر خانمان سوزتره. من میگم شیطون. میگم ای داد و بیداد از وسوسه. از وقتی زبیو دیدم یه چیزی اومده تو کلم. وقتی میگم شیطون، خب بله دیگه. وقتی رقمای درشت گذاشتی تو جیبت که مال خودت هم نیست، وسوسه میشی دیگه. وسوسه هم که نشی بابا، وسوست میکنم. اما شیف تو فکرم که نکنه این برادر شوهرت سلیم که دین و ایمون درستی هم نداره زیر پای احمد رضا نشسته باشه و با هم پولای مردم رو خورده باشن و یه جوری احمد رضا رو فرستاده باشه کویتی، جایی که آبا از آسیا بیفته. فکر دیگه ها بابا، لغزش دیگه ها. آدرسی از خونه سلیم تو تهران دارید؟ این زبی رو کجا میشه پیدا کرد؟ یه وقتی میاد تهران شب تو قهوه خونه ترمینال میخوابه. بفرمایید اینم آبی یخ. دست شما درد نکنه. سر شما درد نکنه. خب شما پدر و دختر چند ساله که هم دیگر رو ندیدین؟
بله بفرمایید. خانم خجسته بابای تشریف دارن؟ چی شده؟ ایشون باید برای شناسایی جسد با ما بیان پزشکی قانونی. جسد احمد رضا؟ حالا شما بگید ایشون بیا. اون نمیتونه. حامله است. میترسم. شما پدرشید؟ بله پدرمه. میتونید با ما بیاید؟ من جسد شناسایی میکنم. اگر توانشو داشته باشن ما ترجیح میدیم خود ایشون کارو بکنه. باش. پس راه میفت. چشم. چی شد بابا؟